درود بر بینندگان و شنوندگان محترم سی ان تی وی با آموزش دستور زبان فارسی در خدمت شما عزیزان هستیم خب میخوایم با آموزش کلمات شروع کنیم امروز بچه ها کلماتی که امروز براتون در نظر گرفتم با حرف بی شروع میشن اولین کلمه از سمت راست با هم میخونیم بیل تکرار کنید بچه بعد از من بیل بی آی دبل ال می دهد بیل کلمه بیل معنی قبض یا صورت حساب میده پس بیل میتونیم توی جملات مختلف به کار ببریم مثلا من یه جمله فور گفتم how much is our بیل حساب ما چقدر است شما یه جمله دیگه مثال بزنید بچه ها. دونستن این که ما بتونیم این کلمات رو در جملات به کار ببریم خیلی مهم هستش که ما بتونیم این کلمات رو راحت تر به حافظه بسپریم. پس یادتون باشه که مثال های مختلفی میتونید از کلمات جدیدمون داشته باشیم. خب کلمه بعدی next bird bird معنیه پرنده پرنده مثلا اگر بخوایم بگیم برد watching تماشای پرنده یا تماشای پرندگان برد cage قفص پرنده ترکیبای مختلفی از همین کلمه پرنده ما میتونیم به دست بیاریم خب کلمه بعدی رو شما بخونید بچه ها درسته بایرو بایرو معنی قلم خودکار میده یه مدل پن هست بچه ها بایرو پن پس کلمه بایرو قلم خودکار یا قلم خودکار خب کلمه بعدی چی هست؟ کلمه بعدی خیلی کلمه آسونیه و کاربرد زیادی داره کلمه برس برس مثلا برس دی هپی برس دی تولدت مبارک پس کلمه برس معنی تولد و اگر من بگم برس دی میشه روز تولد و میتونیم این برس رو توی کلمات و جملات مختلفی به کار ببریم خب بریم سراغ کلمه بعدی بیسکیتس بیسکیت همون بیسکویت بیسکویت بیسکیت بیسکویت کلمه بعدی بیتر 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 یکی از مزه ها هست مزه تلخ پس یه چیزی که مزه تلخ بده میگن بیتر بیتر بریم سراغ کلمه بعد next is بلک بلک یکی از رنگ ها هست بچه ها بلک بلک یعنی رنگ سیاه یا مشکی بلک خب کلمه بعدی رو شما بخونید بچه ها بله درسته سعی کنید دیکتیشن رو درست بنویسید هرچقدر کلماتمون ساده تر هست اما نوشتن اینکه حروف سر جای خودشون نوشته بشن بچه ها خیلی مهم هست این کلمه هست بلانکت 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 یعنی پتو یعنی چی؟ پتو خب بسیار عالی مثلا من میخوام بگم پتو برقی بلانکت الکتریک پتو برقی یا پتوی خیس بلانکت ویت بلانکت ویت یا هر کلمه یا هر ترکیبی که دوست داشته باشی میتونی بر اونها کنار دفترتون یادداشت کنید خب بریم ردیف بعد ستون بعد اولین کلمه بلایند یه فرد نابینا یه کسی که کور هست یعنی نمیتونه قدرت بینایی نداره بهش میگم بلایند some بلایند man مرد نابینا خب کلمه بعدی بلاوند هست مثلا رنگ مو بلاوند یعنی بور یا روشن بلاوند یعنی بور یا روشن خب کلمه بعد رو شما بخونید بچه ها چی هست؟ بله درسته بلاوز یعنی بلوز بلوز به نوعی پیراهن که ما میپوشیم بهش میگیم بلوز یعنی بلوز کلمه بعد دوباره یکی دیگه از رنگ ها هست که با بی شروع میشه بله درسته خیلی ساده است بلو بلو یعنی آبی آبی خب بریم سراغ کلمه بعدی کلمه برد تکرار کنید بچه ها برد کلمه برد به تنهایی یعنی معنی تخته میده حالا اگه بگیم برد آن یعنی روی چیزی سوار شدن حالا من همین برد رو میخوام با بلک ترکیب کنم مثلا میگم میخوام بگم بلک بورد یعنی تخت سیاه خیلی شاید شنیده باشین توی مدرسه بچه ها سر کلاس بلک بورد تخت سیاه پس ما بعضی از این واژه ها رو میتونیم تایی با همدیگه ترکیب کنیم و یه معنی جدیدی رو به دست بیاریم خب بریم سراغ کلمه بعدی کلمه بوت 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 یعنی قایق بوت یعنی قایق خب کلمه بعدیمون بادی 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 معنی بدن تنه جسه هیکل پس بچه ها این بادی معانی مختلفی توی فارس ما میتونیم ازش در بیاریم. باز من با ویرگول اینا رو اومدم از هم جدا کردم به این معنا هستش که اینها معانی هست شبیه به هم یعنی هم معنی هستن بچه ها پس شد بدن تنه جسه هیکل بادی بادی و آخرین کلمه که امروز براتون در نظر گرفتم کلمه بوک بوک خیلی آسون هست بی دبل او کی بوک 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 معنی کتاب میده حالا میتونم بوک کیس مثلا با کیس ترکیبش کنم میشه قفسه کتاب خب خیلی خوب آفرین بریم جلوتر امروز میخوایم در مورد قاعده فعل صحبت کنیم در مورد دستور فعل اول باید بدونید که فعل یا ورب چه نقشی داره بچه ها چه کلمه ای هست و در جمله ما به چه صورت بیان میشه فعل یا ورب کلمه ای است که در معنا برای انجام گرفتن کاری و یا پذیرفتن حالتی دلالت داره اگر به ما بگن فعل رو تعریف کنید ما میتونیم همچین تعریفی از خودمون ارائه بدیم فعل عبارتند از کلمه که در معنا برای انجام گرفتن کاری پس یه عملی یا یه کاری که در جمله انجام میگیره و یا میتونه پذیرفتن حالتی باشه پس فقط صرفا فعل عمل نیست بچه ها خاطرتون باشه که میتونه حالتی را بپذیره در جمله خب مثلا من اینجا مثال هایی از فعل زدم در نظر بگیرید مثل خوردم میروم خواهم نوشت رفته بودم شما مثال بزنید بچه ها از فعل هر عمل یا هر حالتی که شما بتونید بپذیرید در جمله میتونه اون کلمه به معنای فعل باشه در کلماتی که من مثال زدم مثلا همون خوردم عمل خوردن میروم یعنی عمل رفتن خواهم نوشت عمل نوشتن در آینده و رفته بودم باز عمل رفتن پس دقت کنید به تمام این کلماتی که الان به عنوان مثال فعل من برای شما در نظر گرفتم به این صورت هستش که داره یک عمل یا انجام گرفتن کاری رو دلالت میکنه بهش خب بریم مثال بچه ها از این مفاهیم بخوانیم. مثال اول من اینجا به صورت جمله نوشتم پروین غذایش را خورد پس یه جمله خیلی ساده شما میتونید هر اسمی رو در نظر بگیرید اسم خودتون رو بنویسید توی جمله پروین غذایش را خورد و کلمه خورد به معنای عمل خوردن توسط ف... پروین در جمله انجام شده پس فعل ما میشه اینجا خورد پس من اینجا براتون نوشتم پس خورد فعلی است که در جمله صورت گرفته است خب شما یه مثال دیگه بزنید، از یک کلمه استفاده کنید یه شخصی رو مثال بزنید که یک عملی رو در جمله داره انجام میده میریم صفحه بعد صفحه بعد مثال دیگری هست در مثال گفته سینا به بازار میرود سینا به بازار میرود و من زیر میرود خط کشیدم میرود فعل جمله ما هست پس عمل رفتن توسط سینا انجام میشه پس میرود فعلی است که در جمله انجام شده است خب من اینجا اومدم عمل رفتن رو یعنی خود کلمه رفتن و میرود رو با رنگ های دیگه مشخص کردم که تشخیص بدین معنی کلمه میرود هستش و شما هم میتونید به همین نحو عمل کنید بچه ها بریم سراغ جمله بعد جمله بعد ما بخوانید با من همزمان با من من لباسم را فردا خواهم شست من لباسم را فردا خواهم شست کلمه خواهم شست معنی عمل شستن توسط من انجام خواهد شد یعنی یک عملی که من در آینده میخوام اون رو انجام بدم میخوام تصمیم دارم که لباسم را بشویم پس خواهم شست فعلی است که در آینده انجام خواهد شد به همین نحو میتونید فعلها رو از مثالهای مختلف شما تمیز بدین و مشخصش کنید میریم صفحه بعد صفحه بعدی با مثال دیگه ای مواجه میشیم مثال من اینجا نوشتم دانش آموز درسش را خواند. دانش آموز زیرش خط کشیدم درسش با زیرش خط کشیده شده و خواند. و ما میخوایم یه مرور رو داشته باشیم به مطالبی که تا به امروز گفتیم و نقش این کلمات را مشخص کنیم. کلمه دانش آموز به عنوان نهاد یا فاعل جمله هست. میتونیم سوال کنیم کی درسش را خواند؟ چه کسی بچه ها؟ و در جواب میگیم دانش آموز. پاسخ این دو پرسش که وقتی که ما میگیم چه چیز را یا چه کس را در جواب میشه نقش مفعول جمله پس اگر دوباره یه بار دیگه جو از جمله مون سوال کنیم بگیم دانش آموز چه چیز را خواند در جواب میگیم درسش را پس مفعول به همین راحتی از جمله ما مشخص میشه خب باید نکته ای رو در نظر داشته باشید که نکته را در زبان فارسی به نشانه مفعول معروفه زیرا بیشتر اوقات همراه با مفعول در جملات و در جمله میاد و در نهایت کار یا عملی که در جمله انجام بشه که در این جمله عمل خواندن بوده و خواند میشه فعل جمله ما و به این نحو من اومدم این جمله رو بازنویسی کردم و نقش کلماتی رو که الان خوندیم زیرش مشخص کردم شما هم میتونید جملات دیگه مثال بزنید و نقش فائل مفعول و فعل رو در جمله مشخص کنید خب بسیار عالی بچه ها بریم سراغ صفحه بعد صفحه بعد ما میخوایم زمان انجام کار در فعل ها رو مشخص کنیم اگر دقت کنید به مثال های گذشتمون تمام فعل هایی که ما مثال زدیم امکان داشت در زمان های مختلفی انجام شده باشه یا یه فعلی باشه که در زمان گذشته باشه یا فعلی باشه که همین الان من دارم انجامش میدم یا فعلی که تصمیم دارم در آینده اون رو انجام بدم. پس با توجه به زمان انجام کار فعل به سه دسته تقسیم میشه. اول میتونه ماضی باشه بچه ها زمان پست. ماضی در معنا بر زمان گذشته دلالت داره. پس اگر ما... میخوایم مثال بزنیم از فعلی که در زمان گذشته هستش البته ماضی انواع مختلف داره و مزاره به همین نحو که در جلسات آیده بررسیش میکنیم اما اینجا صرفا ما خود مازی یا به صورتی مازی ساده رو میخوایم داشته باشیم میتونیم بگیم مثلا مانند رفت گفت خورد دید شنید فعلی است که در زمان گذشته انجام شده ماضی یا پست تمام این فعل که الان اینجا مثال زدیم در زمان گذشته انجام شده خب مثال بزنیم از مثالی که قبلا گفتیم مثلا ما میتونیم بگیم دانش آموز درسش را خواند در زمان گذشته علی به مدرسه رفت مثال های مختلف میشه زد بچه ها خب بریم سراغ مزاره مزاره یا پرزنت یعنی زمان حال زمان حال ساده یا زمان حال به معنای کاری است که در زمان حال انجام شده باشه پس در معنا بر زمان حال دلالت می کند مانند می روم می شنوم می خورم می گویم یه موقعی با می همراه هست بچه ها زمان حال که فعل های مشخصی داره زمان مزاره خب میتونیم توی مثال و جملات مشخصی این رو به کار ببریم مثلا ما مثال دادیم سینا به بازار میرود کاری که در زمان حال انجام داده سینا یا در حال رفتن به بازار هست بچه ها پس میرود یا میروم فعل مزاره و زمان حال هست یعنی زمان پرزنت و نکته آخر که در امروز من میخوام با اتون مطرح کنم در مورد زمان آینده هست زمان آینده یا مستقبل به عبارتی فیوچر یعنی زمان آینده از اسمش معلومه بچه ها که در معنا بر زمان آینده دلالت دارد و همیشه بدونید که فعل ما همراه با خواه هستش پس فعل آینده خواه میگیرد اگه بخوایم یه مثال بزنیم که بهتر متوجه بشیم مانند خواهم رفت خواهی گفت خواهیم شنید خواهند خورد در جملات مختلف این خواه رو شما میتونید کاربردش رو ببینید بچه ها. مثلا من اینجا مثال زدم اگر توی تصویر ببینید توی مثال های قبلی گفتم من لباسم را فردا خواهم شست یعنی تصمیم دارم در آینده این کار رو انجام بدم فعلی است که در زمان آینده صورت میگیرد همراه با خواه هستش و نشانه شخص مورد نظر رو باید ما همراهش داشته باشیم البته در درس های آینده من طریقه ساخت فعل آینده رو به شما توضیح خواهم داد صرفا این جلسه در مورد اینکه فعل هایی که ما صرف می کنیم به سه دسته تقسیم میشن به طور کلی از لحاظ زمان انجام فعل فعل ها یا گذشته هستند یعنی ماضی که زمان پست یا زمان فعل زمان وقوع فعل حال هست یعنی مزارع همان پرزنت و در نهایت میتونه فعلی باشه که در آینده انجام شده باشه in the future یعنی مستقبل و در مورد هر کدوم از این تقسیم بندی ها بعدا خواهیم خوان خب خیلی ممنون عزیزان که امروز همراه ما بودید تا آموزش دیگه خدا نگهدار